من تقریباً 3 ساله که داری یک اعتباطی شدم و من یک خانمی دوست شدم که ایشون حالا اگر که دوستان نهیم باز کامنت بذارم در شما که دارید عادی سازی میکنید، ایشون متأهل هستن و البته خب من زمانی که در ایشون نماس شدم همین موقع ایشون میگفتن که من ارتباطی با همسرم ندارم و ارتباط ما اصلا ارتباط خوبی نیست و فقط توی یک خونه زندگی میکنیم. اولا که میگن طلاق عاطفی گرفتن انگار مثلا و چند بار هم حالا اقدام کرده بودی که بخواد مثلا جدا بشه، ولی خب تا الان خب این اتفاق نیفتاده. حقیقتا خب من خیلی شما دوست دارم که بگم اتفاقا، ولی خب بعضی وقتا هم برای خیلی خوب توتی میدونید بیشعیت زندگی پیدان چجوری و قانون ها و این داستان ها یه خورده همچی ارتباطاتی میتونه راه هم خطرناک هم باشه، یعنی یه ریسکایی داره وقتا برای ایشون که حالا مثلا همچنان حالا اسمشون توی شناس کنه یک شخص دیگه است و خب ممکنه اگر حالا بفهمن اطرافیانشون ممکنه تبعات بدی برشون داشته باشن. سر هم خودم مجردم و ممکنه برای من مثلا زیاد حالا درستیم، ولی برای ایشون ممکنه خطرناکتر میشه این قضیه. و من یه خورده بعضی وقتا خب حتی خیلی هم دعوا میکنیم تا هم دیگه، یه وقتایی هم که من حالا میخوام فاصله بگیرم به خاطر همین موضوعی که تو ذهنم هست و ایشون به خودش هم گفتم گاهن، ولی خب یه وقتایی که خودم احساس مثلا ممکنه خطر کنم یا مثلا یه سری افکاری بالاخره میاد به سراغ آدم که ممکنه حالا حالا این قضیه لو بره مثلا چیزی بشه. من دو تا سوال دارم برات سامان جان، دو تا سوال دارم که فکرم کمک میکنه و شهرزاد آتش هم که الان احتمالا تو سرشونه. یکی این که خب چند سال تو این رابطه هستی، دوما که انتظارت از این رابطه چیه؟ فکر میکنی مثلا میخواد به کجا برسه؟ یعنی چی میخوای ازش در بیاری آخرش؟ سوال خیلی خوب. ببین در ابتدا که گفتم که 3 ساله که این ارتباط در سال شمسی بخوام بگم سال 99 دیگه الان 1402 3 سال تقریبا فیکس الان فکر می‌کنم کارگر یک باشه و این که بخواد به کجا برسه حقیقتا بهش فکر نکردم اصلا، چون ایشون از منم البته خوب بزرگترن، دو سال سه سال از منم بزرگترن و بچه هم دارن، البته یه دختر دارن که ولی خب این فکر کردم که چی بخواد از پیش در بیاد، ولی خب گاهن باش که صحبت میکنم یا حالا چت میکنم یا تلفن یا هر چیزی در بیاد که باش میکنم آروم میشن و حقیقتا اصلا هم گفتم اونم دوستش هم دارم بلخواهی در اشترتون چون خب بریم با بچه ها صحبت کنیم. پس یکم پیچیده تر شد قضیه چون خانمه بچه هم داره. بله. پس این دیگه یه چیز خیلی بزرگتر از این قضیه میشه. بله. نه شما بگو. اولا من فکرم اینه که مرسی این که از این که جرأت کردین این سوال رو بیارین توی برنامه ما، خیلی ممنون از این. دوم من که این خب شرایط خیلی سختیه در هر صورت. من همیشه فکر میکنم سوالم اینه از آدمایی که وارد رابطه میشن با آدمای متأهل که مثلا بعضی موقع چیزایی رو میخوایم که نمیتونیم کاملا بهشون دسترسی داشته باشیم. من همیشه این سوال درم هست که یعنی از یه چیزی خوشمون میاد که میدونیم نمیتونیم داشته باشیم. آره دقیقا. در نتیجه آدمایی رو دوست داریم که در دسترس نیستن، ولی وقتی تو رابطه باشون هستیم میخوایم هی آمادهشون کنیم که با ما باشن، ولی نمیتونن باشن. من سوالم از شما اینه که اگه این خانم مجرد بود یا مجرد بشن، باز میخواین باشون باشین؟ صادقانه میخوام جواب بدم بله. خب آره فکر کنم چون که
میگم بعد از 3 سال آخر ارتباط احساس بهش دارم و بیشت دارم همچنین که 3 بار تو ارتباط میگفتن خیلی وقتا هم شده مثلا قصد کردیم مثلا دعوامون شده ولی برگشتین به هم دوباره. خب یه جوری هی دارن هی میرن قطع میکنن وصل میکنن قطع میکنن وصل میکنن ولی مثل که نقشه ای توی قضیه نیستش و برای آینده برای آینده و اگه نباشه همینجوری کلی آدم لطمه میخورن درسته؟ خب همینجوری مطمئنن مشکلشون ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی چون هی با هم بریک اپ میکنن دوباره جدا میشن دوباره برمیگردن. به نظر من علت اصلی رو بررسی بکنین که چیه در درون خودتون، این خودش خیلی مهمه. نمیدونم تو این رابطه احساس امنیت دارین؟ این خانم احساس امنیت با شما دارن؟ مثلا میدونین که احساسشون چجوریه؟ میخوان از همسرشون جدا بشن یا نه؟ یعنی با هم در مورد آیندهتون حرف زدین که میتونی به هم برسین یا نه؟ اینا رو سوال خوبیه. سامان جان شما دوتا با هم دیگه برای آیندهتون یه نقشه یه پلانی دارین که صحبتش کرده باشین و اون کارا رو انجام بدین یا اصلا نه؟ و یکی این و یکی این که مثلا خب این خانم هم حتما یه وابستگی های دارن به همسرشون، یه مثلا احساس وفاداری نمیخوان زندگیشون رو شاید به هم بزنن، بچه‌شون رو ناراحت بکنن، ولی یه جورایی هم راضی نیستن از زندگیشون آه. که رابطه جدید شروع کردن. احساس ایشون چجوریه و مرزهای ایشون چجوریه؟ این دوتا سوال هست برام. من داشتم فکر کنم کاش اون خانومم بتونن به ما پیام بدن، حالا به هر طریقی از طریق راهایی که داریم، و ایشون هم بتونن به ما بگن که چی فکر میکنن و موقعیت چی هست. آره تا اگه اتفاق بیفته، ولی اگه الان قرار بود به سامان یه چک لیست 1 2 3 4 بدی که از این حبابی که توی شهی دارن گیر کرده میچرخن، باید قشنگ صادقانه بشینن با هم حرف بزنن ببینن آینده‌ای که میخوان چیه و چجوری این آینده‌ای رو که میخوان چجوری میتونن به وجود بیارن با هم دیگه. فکر کنم این صحبت‌ها کامل نیستش هنوز. پس سامان جان دیگه خیلی داستان پیچیده و سخته و چون چند نفر قاطی هم، ولی این که آتش میگه درستش همینه. شما دوتا اول باید خیلی خیلی جدی درباره‌اش صحبت بکنین که الان کجایین و میخواییم به کجا برسین و راهی که به اونجا برسین چیه، و تا این کار نکنین به نظرم و به نظر بقیه بچه ها اینجا فکر کنم همین هی دور دومتون میچرخین، غیر از اون بالاخره داستان به یه جایی میرسه که ممکنه یه لطمه‌هایی به شوهر ایشون و بچه ایشون هم بزنه. پس به همین باید این صحبت های جدی رو بین خودتون بکنیم و راهش رو بریم. دقیقا درست میگم آتش؟ دقیقا. خیلی البته من اینو بگم ارتباطشون اصلا با همسرشون خوب نیست، یعنی یه ارتباطیه که خیلی خیلی چالشی، خیلی مشاجره های زیاد نه اصلا با همونی صحبت نمی کنه. 100% خوب نبوده دیگه. آره 100% خب خوب نبوده که بالاخره الان به تو نزدیکتره، ولی خود ایشون هم نمیتونه هر دو برو میدونی اینجوری رو هوا نگه داره. باید چون شرایط سختی هم ایشون دارن، مثلا خب هم همسر دارن هم بچه دارن، ول کردن زندگی خب کار آسونی نیست. اونم تو ایران که حرف آخر رو مردا میزنن میدونی خیلی سخت‌تره حتی واسش، چون بخواد طلاق و اینام باشه اون طرف شوهره میتونه بیشتر داستانو اذیت کنه و سخت بکنه. دقیقاً. مرسی سامان جان، امیدوارم از یه جایی شروع کرده باشیم، ولی آره بین خودتون باید جدی جدی صحبت بکنیم و ببینین آپشناتون چیه، راه حل‌ها چیه که بالاخره یه آخر این تونله به قول خارجی یه نوری داشته باشه که طرفش بود و این بهش برسیم، وگرنه هیچ جایی نمیرسه. این یکی از اون موارده که خیلی آدم ها کم راجبش حرف میزنن، به خصوص به چیزی که اشاره کرد سامان، گفت خطرات قانونی هم وجود داره به خصوص آره. توی ایران فکر میکنم یکی از اون داستان هاست که خیلی شایع ولی کم راجبش حرف زده میشه، و خب خیلی جالب بود که به حال مطرح کرد سامان.